بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. چون آیه قبلی چی گفت؟ لیجعلکم خلفاء الارض. یه خدا وعده کرده به کسانی که از بین شما ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، اینها رو میکنه خلیفه خدا، جانشین خودش در روی زمین میکنه. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. قبلی هم انبیاء گذشته این اتفاق افتاده بود. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اینها رو توی دینداری، اون دینی که خدا راضیه ها، اون دینی که خدا راضیه، روشی که خدا راضیه همه داشته باشن، با اون روش انسان ها میتونن، هر یه دونه انسان میتونه خلیفه الله بشه، هر انسان به هدف خلقتش میرسه، دینی که خدا راضیه اجرا بشه. قرآن میفرماید چی؟ دینی که خدا راضیه دینی است که اهل بیت میتونن ادارش بکنن و حاکم کنن. لذا در جریان قدیر وقتی که پیامبر امیرالمومنین رو منصوب کرد، قرآن فرمود چی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو کامل کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز که علی به متخصص معصوم معرفی شد، من راضی شدم که اسلام دین شما باشه. پس اون دینی که مورد رضایت خداست چه دینیه؟ دین اهل بیت. همون چون که فهمون شیعه و سنی هم توی این قضیه اختلاف ندارن، لیوزهره و علی دین کل، دین اسلام، دین حق بر همه ادیان غلبه میکنه. همه میگن مهدی میاد این کار میکنه، یعنی اهل بیت. حالا اینجا فهمات چیه؟ خدا وعده داده شما رو خلیفه زمین قرار بده. وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم. خدا شما رو به تمکین میرسونه برای اینکه اون دینی که راضی باشه رو شما بتونید اعمال بکنید در میزان. بهتون قدرت میده که اون دین حقیقی رو، یعنی دین اهل بیت رو، در کل کره زمین بتونید رعایتش بکنید. همینطور راحت رعایت بکنید. مانعی نداشته باشه. برای همین در ادامهش فرمود چی؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خدا دیگه بعد از که این زمان میرسه، تمام ترس‌ها، اضطراب‌ها، از اینکه کسی ناراحت نشه، کسی جلومو نگیره، دشمنای خود من اذیت نکنن، راحت بتونم دین اهل بیت رو اجرا بکنم، همه استرابه از بین میره. یعنی وقتی که او بیاد، همه با امنیت تمام، آرامش تمام در کره زمین، همه اون دینی که مورد رضایت خدا هست رو، یعنی دین اهل بیت رو میپذیرن و بدون مسخره شدن، بدون تهدید، بدون تحقیر، بدون محدودیت اون دین رو میتونن اجرا کنن. خب وقتی که بتونن قانون رو کامل اجرا بکنن، چه اتفاقی میفته؟ اینکه ویجعلکم خلفا. محصول اجرای جهانی این دین میشه اینکه انسان‌های زیادی به این مقام خلیفت اللهی و مقام کامل انسانی به هدف خلقتشون میرسن. که چی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بتونید عبودیت منو داشته باشید، یعنی من خدا که مربی شما هستم، بتونید حرفامو گوش بکنید، دیگه هیچی هم نترسید. کسی دیگه حرفای غلط، مشرکانه، ضعیف رو قاطی این عبودیت نکنید. یعنی تمرین خالص عبودیت بدون شرک، یعنی تمرین دقیق و درست اون چیزهایی که رب الانسان و رب العالمین و مربی انسان به انسان میده. یعنی انسان بدون واسطه، بدون دغدغه، بدون مشکلات، بدون ترس، بدون غم، بدون استراب و تهدید و تحقیر دستورات مربیشو دیگه اجرا میکنه. مانع دیگه وجود نداره برای این. وقتی شرک در عبودیت نباشه چه اتفاقی میفته؟ آدم ها خیلی زود شبیه مربیشون میشن، یعنی شبیه ربشون میشن. این خیلی مهمه. سوره نور آیه 55. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.